عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایک که دوستان عزیز. مهران هستم از سینسیوم داتا یار. جلسه 29 دوره آموزشی جنگو. جلسه 28 تا اینجا اومدیم جلو، قرار شد که اینجا رو یه استایل خوبی بهش بدیم. من از اینترنت جستجو کردم، یه دونه استایل خوب پیدا کردم و تغییراتی توش دادم. میرم فایل استاتیک بلاگ CSS و همین RTL، اینجا اون استایل ها رو لود میکنم. این هست. خیلی زیاد از این کد هایی که میبینید توی اینترنت فکرم تا اینجا نوشته بودن اونا، من اینا رو هم خودم بر حسب نیازمون اضافه کردم، یکم هم تغییر دادم، این بقیه رو هم یکم تغییر دادم. مثلا اگر جستجو کنید همون nested menu یا مثلا sub menu css style، در اینترنت کیس های زیادی رو میبینید. مثلا ببینید اومدن، ببینم چطوری اینا، مثلا میبینید یه همچین چیزهایی رو ساختن. زیاده دیگه، کد هاش زیاده و میتونید از این الگوهایی که اینجا هم هست استفاده کنید و منوهای زیبایی رو برای وبلاگتون بسازید. چون ما بحثمون CSS نیست، من فقط همین کد ها رو کپی کردم اینجا، سیوش میکنم. فقط یه کلاس نوی هست، من کلاس نو رو هم باید بدم. میام پارشالز نو بار، این قسمت این کلاس نو رو هم اضافه کردم. خب یه دونه رفرش میکنم، به این صورت میشه. میام روی خانه اخبار آموزش، میبینید سه تا زیر دست دارم. میام روی لینوکس دبیان و فدرال رو نشون میده، ویندوز میگه. وقتی میام روی دبیان میبینید 8 و 9، یا مثلا ویژه نام نوروز پاییز، میبینید به این صورت داره به خوبی نمایشش میدم. یک باگ کوچولویی هم داریم که میدونم خودتون میتونید اوکیش کنید. من همیشه وقتی که مدل میسازم اول میام منیجرم واسش میسازم و یه همچین کارهایی رو که واسه آرتیکلز کردیم واسه کاتگوری هم میکنم. مشکل ما و اون باگی که گفتم داریم چیه؟ اومدیم مثلا اینجا باز گفتیم چی؟ cat children all. این all خوب نیست که مثلا اونایی که اکتیو نیستن مشکل واسه شون پیش میاد. به خاطر همین میام توی مودلز، دقیقا همینی که واسه آرتیکلز نوشته بودم رو کپی میکنم، اینجا پیست میکنم، به نام به جای آرتیکل میویسم کاتگوری. خب بعد اینجا هم گفته بودیم آبجکتمون باشه آرتیکل منیجر. خب میام توی کاتگوری میگم آبجکتمون باشه این دفعه کاتگوری منیجر. خب تغییری که میخواییم بدیم، به جای پابلیش مینویسیم اکتیو و به جای استاتوس پی مینویسیم استاتوس فکر کنم ترو، چون به صورت بولیان بود. و در این قسمت خب اینجا گفتیم آل، مینویسیم اکتیو، سیو میکنیم، توی لوپ هم دوباره نوشتیم همینا، مینویسیم اکتیو و سیو میکنیم. برمیگردم به فایرفاکس، یه بار رفرش میکنم، میبینم دقیقا همون مدلی که بود نشون میده. ولی اگر به فرض ویژه برنامه مثلا نوروز 99 رو غیر فعال کنم، دیگه اینجا نباید نشونش بده. واسم میبینید نوروز 99 رو غیر فعال کرده بودم، نمایش نمیده. یا مثلا اگر لینوکس که اینجا داشتیم دبیان رو غیر فعال کنم، خب دیگه واسم اونو نمایش نمیده. خب از این نستد کاتگوری ها رو هم تا اینجا ساختیم، وبلاگمون هم داره رفته رفته کامل تر میشه. یه چند تا بخش مونه، یکی کار کردن با یوزرها. اینجا اگه یادتون باشه ما مهران رو به صورت دستی نوشتیم و اینجا هم اگه نگاه کنید چیز خاصی نمیاره. میتونیم یه کار کنیم که وبلاگمون چند تا نویسنده داشته باشه.
یکی اینو کار میکنیم، یکی هم بخش کامنت ها رو حتما باید کار کنیم، یعنی بعد از این خبری که هست کامنت هامون باشه. بعد حالا مسائل دیگه هم هست، میتونیم مثلا صفحه تک ها رو کار کنیم، میتونیم صفحه آرشیو رو کار کنیم، مثلا آرشیو مقالاتمون در سال 2019-2020 مثلا در ماه ژانویه فوریه. اینو این همه نکاتی هستند که اگر یاد بگیرید توی پروژه شخصیتون توی جاهای دیگه میتونید ازشون استفاده کنید. فعلا چند جلسه آینده این موارد رو هم کار میکنیم و واسهتون میسازیم و وبلاگ رو خوشگل‌تر میکنیم. فعلا.